سلام تقدیم همه ایتان. آرزو دارم که جور و صحتمند و سرحال باشین، لباس خدمتتان داشته باشین. امروز یک اثر بیتازت مزادار آماده میکنم. در ابتدا مواد لازم را نوت میگیریم. دوباره زود برد. مواد لازم برای کستر: انار 2 عدد، کستر 1 گیلاس، شکر 1 گیلاس، جلی 1 گیلاس، شیر 1 لیتر. در ابتدا ما میخواییم که جلی را حل کنم. دو گیلاس آب هوا را اضافه میکنیم داخل دیگ تا ببینیم که گرم شود. و جلی ما 2 پاکت هست. همیشه میخواییم وقتی که 1 پاکت جلی میباشه 2 گیلاس آب ضرورت میداشته باشه، که امروز هم 2 پاکت جلی است و من 4 گیلاس آب ضرورت دارم. هر ما پیام داده و گفته بود که بر ما جیلی آماده کنید. امروز من کستر آماده میکنم و همچنان در تخفیف جیلی هم است. میرس به هر ما که پیام داده بود ترکی آموزتن البته ترکی آماده شدن جیلی را هم ببینه که به چی طریق جیلی آماده میشه. قسم که میبینیم جیلی به شکل درست هم شده و عوام گرم شده و میخیم که جیلی را مطلعی کنم که گرم کنم اصافه کنم. اینجا میبینیم که آماده شود. تا وقتی که او آماده میشه ما میخواییم که انار هم دانه کنم. امروز داخل جلی که آماده میکنم انار اضافه میکنم به خاطر اینکه یک طعم بسیار خوب و مزه‌دار برش میکنم و شکلش هم بسیار خوب میسازه. یک قسمت انار را جدا میکنم. در رابطه با فاید انار باشن گفتیم که چقدر مفید است و چقدر فواید دارد، که همیشه کوشش کنید از انار بیشتر و زیادتر استفاده کنید. ولی اگر آب انار تنها استفاده میکنید باعث اسهال میشه، و اگر ما دانی انار که است باعث قبضیت وسیع خوب است، که همیشه انار را کوشش کنید به میالت طبیعیش استفاده کنید، که یعنی نه تنها آبش استفاده کنید و نه تنها هم دانیشه. هم آماده شده. قرارت شو خاموش میکنیم که از حالت جوش بانه و بمیدادیم یعنی رو گرم و میشه که من دانه میکنم.
انار آماده شد. دو ظرف دیگر رو میگیرم و انار رو آماده کنیم. داخل این ظرف بندازیم و همچنان داخل کاسه میبینیم که سنگیر تر شد و با داخل کاسه خود داخل برد که باید شیره میگیرم و داخل کاسه میبینم خواهی سرد کنم. حال نوبت میرسه بایی که ما کستر آماده کنم. برای قبل از اینکه کستر آماده کنم میخواییم که شیر بانم سرگاز که گرم شد و باشد یک لیتر شیر اضافه میکنم. میرم اینو سر حرارت که گرم شوم و همچنان یک گلاس بوره اضافه میکنم. بوره را خوب در شیر حل میسازیم که با شیر یک جای خوب مخلوط شود. باشیم وقت بوره را مندازیم حرارت روشن میباشه بوره میچسبه. از این خاطر وقت داخل شیر مندازیم این را خوب باید مخلوط بسازیم که او شود داخل شیر. حال ما میخواییم که اندازه یک گیلاس کستر است این اضافه کنم و خلاش کنم در آب. با آب سرد میره حل میکنم. همیشه وقتی کستر آماده میکنین باز هم میگم که اگر کستر آماده میکنین یا فرنی کانفلاو همیشه کوشش کنین که کانفلاو رو یا کستر با آب سرد حل بسازین. اگر با آب گرم حل میسازین او هیچ خدا حل نمیکنه و همونطور شکل کلوله کلوله رو بخواد میگیره و همونطور در آب حل درست نمیشه. و کسر که امروز آماده میکنم قسمی که ببینین رنگ تقریبا لیمویی را دارم. شما میتونین از هر رنگش استفاده کنین. این آماده شده و شیرم تقریبا در حال جوش هست قسمی که ببینین. حال میخوام که کسر کم کم اضافه کنم. خوب باید و تا وقتی که خدا بس نمیکنه به می شکل شور بکنیم. و بسیار زود مثل که فری را آماده میکنیم این هم به مشکل بسیار زود آماده میشه. قسمی که میبینین این خدا بسته کرد و آماده است. حرارت خاموش کردم. حالا میخواییم که ایره ظرف رو پس میکنم و قسمم که میبینین چیلی خدا بسته کردم. حال با یک قاشق این جلی هایی که باقی میره میره هم اضافه میکنم.
حالا به مدت 20 یا 15 دقیقه داخل یخچال میمونیم که خودش سرد بشه. قسمی که میبینید البته کستر سرد شده و خیلی زیاد سرد هم نشده، ما میخوایم که داخل ظرف بکشم شد. ولی قبل از اینکه داخل ظرف بکشم یکم که روی بشقاب تر میکنم، چون وقتی که کستر بکشیم بتونیم اگر وسط نمی باشه به راحتی این طرف طرف ببریم شد. خب به این شکل بروی میمونم. این بود کستر و جلی که آماده ساختم. امید دارم که خوشتان آمده باشه و شما هم بتونید آماده کنید. تا برنامه بعد تک تک شما را به الله پاک و بنیاد.